در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری نشست دوحه در قطر مانده است شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه نشستی را درباره اوضاع زنان در افغانستان برگزار می کند. به نقل از رویترز در این قطنامه که سوی امارات متحده عربی و ژاپن آماده شده است از امارت اسلامی خواسته خواهند شد تا تصمیمش درباره بنوان در افغانستان را بازنگری کند چالش ها در افغانستان چند وجهی هستند و باید به با آنان رسیدگی شود اما آنچه واضح است این است که بدون زنان نمیتوان به وضعیت وخیم کشور به گونه پایدار رسیدگی کرد افغانستان به حیث یکی از فعالترین اعضای سازمان ملل متحد صرف نظر از اینکه در آن چه گونه حکومت حکمرانی می کند مکلف و تطبیق قوانین فرامین و مصوبه های شورای امنیت و سایر ارگان های این سازمان بین میباشد. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان در حال برگزار می شود که قرار است تا کمتر از چهار روز دیگر نشست درباره افغانستان در دوه نیز برگزار شود سخنگوی امارت اسلامی از شرکت کنندگان نشست دوه می خواهد که درباره به رسمیت شناسی اسلامی امارت اسلامی تصمیم بگیرند امارت اسلامی افغانستان که یک نظام در افغانستان است و بر در دارد باید به رسمیت و حقوقشان در ملل متحد در دیگر داده ما خوب با حسن با در سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان درباره نشست دوحه گفته است که از این نشست انتظار مشخصی ندارد امارت اسلامی با اتکا به این اصل و با حفظ ارزش‌های ملی و اسلامی می‌تواند با جامعه جهانی در رابطه تفاهم نماید در همین حال معاون دیدبان حقوق بشر در رشته تویت های از نبود زنان در نشستی که به میزبانی انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در دوها برگزار می شود انتقاد کرده است و افزوده است که تقریبا تمامی نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان مرد هستند و رغم درخواست های مکرر از هیچ زن افغان در این نشست دعوت نشده است